برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بیش از 5 تن خرما از نخل‌های بین الحرمین در شهر مقدس کربلا برداشت و بین زائران سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام توزیع شد. گفتنی است این اقدام همزمان با ایام برداشت خرما صورت گرفت و خادمان حرم امام حسین و حضرت عباس علیهما السلام به طور مشترک خرماهای موجود روی نخل‌های بین الحرمین را چیده و بین زائران توزیع کردند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است آمار درخواست‌های اولیه پناهندگی در این اتحادیه در ماه ژوئن امسال در مقایسه با ماه ژوئن سال گذشته 25% افزایش یافته است. بیشترین متقاضیان از سوریه و افغانستان بودند. بر اساس اعلام این اتحادیه در ماه ژوئن در مجموع 83385 تن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. به گفته این اداره همزمان رقم درخواست‌های پناهندگی تعقیبی در مقایسه سالانه با 9% کاهش به حدود 6000 مورد رسیده است. به ادامه هشدارها از وضعیت آب و هوایی زمین، سازمان ملل متحد می‌گوید که 99% از کل جمعیت زمین هوای آلوده تنفس می‌کنند. این سازمان گفته که تنها 2% از جمعیت جهان به هوای پاک دسترسی دارند. بر اساس گزارش این سازمان، آلودگی هوا به گونه حیرت‌آور سالانه سبب مرگ زودرس دست کم 6.7 میلیون انسان می شود. دیروز جمعه 31 شهریور برابر با روز جهانی بدون خودرو بود و از این رو همه ساله برای توجه به سلامت زمین و اهمیت تغییرات اقلیمی گرامی داشت می شود. صندوق کودکان سازمان ملل میگوید بیش از 14 میلیون کودک در کشور جنگ زده سودان نیازمند دریافت کمک های بشردوستانه فوری هستند. یونیسف با نشر بیانیه به مناسبت روز جهانی صلح گفته که 14 میلیون کودک در این کشور عرب و مسلمان واقع در شمال شرق آفریقا به کمک بشردوستانه فوری نیاز دارند. یونیسف در این بیانیه ضمن درخواست پایان فوری درگیری در سودان و احترام به حقوق کودکان و حفاظت از آن بر لزوم انجام اقدامات فوری برای نجات جان مردم و شکوفایی کودکان تاکید کرد. اسلام حراسی در هند به پارلمان این کشور نیز کشیده شده است. در همین راستا یک قانونگذار از حزب حاکم بهاراتیا جاناتا در هند با اظهارات اسلام حراسانه به یک نماینده مسلمان توهین کرد. رامش بیتری نماینده حزب حاکم در جریان مناظری درباره موفقیت مأموریت تاریخی هند در ماه کنور دانش علی از حزب مخالف باوجان سماج را در میان دیگر اظهارات توهین‌آمیز تروریست و دلال محبت خوانده.